خوش اومدید به اولین اسنپشاتی که از ماینکرافت در واقع 1.21 اومده و میتونم من کلن از این ویدیوهای اسنپشات نمیدونم تا حالا گذاشته باشم یا نه، فکر کنم یه بار گذاشتم اکشولی که در واقع یه حالت سوروایور پلی دادیم توی اسنپشات 1.20. اما یکی فرق داره، یکی من چون خودم خیلی در واقع به ردستون علاقه دارم گفتم که یام همون اولین دواسی میدن نگاه رو داشته باشیم به چیزی که اضافه شده تو این آپدیت، بیاد بری سری جهانمون رو بسازیم کریتی، شما خودتون رو میخواد استفاده کنید. بعد این بخش اکسپریمنت اینجا روشن کنید اینا رو، حال باندل ویلیج ریبالنس آپدیت 1.21 این مهمه، ما همه رو روشن کردیم و اینجا ها دیگه چیز خاصی نیست. باره چیم اومدیم، خب جهانمش فرق خاصی نره. و بعدم بهتون بگم که اگر اومدین اینجا ترایال چمبرا رو ببینید، خب اونا هنوز اضافه نشدن، احتمالا هفته دیگه اضافه شن. در واقع اون حالت چی میگم بهش، اون حالت که قطره شکونی بهمون در واقع میدادن آپدیت ها رو داره ادامه میده ماینکرافت، که خب خوبه به نظر من. و تنها چیزی که من واسش اینجام اینن کرافتر، یه چیزی که خیلی پلیرارش میگن بهش دو دسته کرده، یه سری میگن ماینکرافت دیگه تاره تبدیل میشه به یه دونه حالت ماد پک، خب یه سری هم که مثل من کلا خیلی خوشحالم راجعش. و بهتون میگم که این کرافتر من نمیدونم چیری کار میکنه حقیقتا، و خب قرار تو این ویدیو با هم دیگه بررسی کنیم ببینیم چیری کار میکنه، به درد اون میخوره اصلا. ماینکرافت سروایور رو شروع کردید و خب میخواد یه جا خونه درست کنید. یه چیزایی که همیشه نیاز دارید واسه درست کردن خونه اینه که خب زمین رو صاف کنید، و واسه صاف کردن زمین شما به چی نیاز دارید؟ درسته، شاول. میایم اینجا استیک میذاریم و مثلا کل آیرن هامون هم میذاریم اینجا. همین رو میذاریم اینجا و خب هر وقت ما شاول بخوایم میایم اینجا این دکمه رو میزنیم یه دن شاول میگیریم، خیلی ساده و جذاب و راحت میریم اینجوری میکنیم دوره این شکست. اوکی اینو میذارم، یه دن شاول میگیرم، نایس. دوباره یه دن میذارم، شاول میگیرم. خب این یه دن حالت استفاده شد، خیلی ساده است. حالا مثلا من میگم من میخوام یه دن آرمور درست کنم. برای درست کردن آرمور اول باید ببینیم اینا چطوری پر میشن. بذار آیرون برداریم، این از این، اینو میذاریم تو ببینیم چیری این پر میشه. میبینید به صورت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 پر میشه، یعنی لیترالی مثل شماره هایی که تو گوشیتونه، یا هر جوری که فاکینگ به انگلیسیه دیگه، لیترالی چپ به راسته. و همونطور که میبینید الان داره واسه ما رسپی آیرن بلک رو درست میکنه. خب اما ما نمیخوام رسپی آیرن بلک واسه همون درست شه، ما میخوام رسپی در واقع فاکینگ آرمور واسه همون درست شه، چسپلیت واسه همون درست شه. چیکار میکنیم؟ میتونیم اینا رو کلیک کنیم. وقتی کلیک میکنیم میبینی اینو ول میکنه دیگه، اینجا چیزی نمیذاره. خوب این خیلی جالبه، خیلی ساده است، خیلی خفنه و راحته. حالا ما میگیم اوکی آقا من مثلا این همه چست پلیت درست کردم دیگه، نمیخوام بیفته زمین، از زمین برش دارم، میخوام یه رس بره تو چست. رفت تو چست، میبینی اینطوری میتونیم انجامش بدیم. یا یه سی که من واسم سواله اینه که الان من اینطوری اگر بذاریم چی میشه؟ اوه که آیتما رو داره ازش میگیره. اوکی ویت چه اتفاقی افتاد الان؟ من اگه اینجا اینطوری بذارم دوست او این دوتا رو بردارم، بی الان اینجا همه سه تا هست و همه این اسلات ها. اوکی چرا این کارو میکنه؟ ویت اول که کرافتر رو دیدم اینطوری بودم که هولی شت ماینکرافت خیلی قراره تغییر کنه. بعدش منطق ماینکرافت یادم اومد که هنوز همه چی باید وانیلا بمونه یه جورایی، میدونی. و
من خودم اگه بودم یه حرکتی میزدم که مثلا رسپی ما اینجا کانفرم میکنیم، یعنی چی؟ مثلا وقتی من اینا رو میچینم کانفرم میکنم که آقا این آیرن چست پلیت من میخوام، همیشه اینو با توجه به آیرن چست پلیت واسه من درست کن. او یه آیتمو من فاکینگ اونجا کانفرم میکنمش، ولی این اتفاق نمیتونیم اینجا انجام بدیم، به خاطر همین باید حرکت های دیگه بزنیم. او قبل از اون بذار ببینم الان مگه بخوام آیتما رو بذارم توی یه دونه مثلا چست، یه دونه هاپر بستم. What the fuck؟ What the fucking heck؟ آبا اینجوری نبود. یه سوال دارم، همیشه ماینکرافت اینجوری بوده که وقتی یه هاپر جلو اینجا بود نمیدیدی آیتمو؟ نه اینجوری نبود. من موت وات؟ این رسیپی هایی که ما الان امتحان کردیم همشون با یه دونه آیتم مستقل بوده، یعنی مثلا آقا آرمور میخوام درست کنیم خب همش آیرنه. خب واسه رسیپی هایی که جداه، یعنی چند تا بلاک میخواد چیکار کنیم، چیز که خودشون تست کردن اینجوری بود که مثلا میومدن اینو میبستن بعد آیرون میذاشتن با اسیک، اینطوریه. آها اینجا باید یه دونه بذاریم، باید اینا رو بذاریم. این الان مگر اینا بزنم خراب میشه. حالا این من آیرن اینجا بذارم این آیرن ها شروع میکنم پرشم، ولی ما استیکامون هم میخوام پرشم. یه حرکتی میشه زد بسه بینم اینطوری میشه مثلا تو این آیرن باشه تو این استیک. اینطوری میشه، خب اینطوری میشه، یعنی مثلا ما چند تا ورودی بدیم به این اکشوری واسه نمیم منطقیه. بیال اگه این حرکت انجام بدیم یه جورایی منطقیه. خب حالا چطوری؟ ببینید بچه ها از اینجا به بعد ما داریم وارد حوزه ای میشیم که من دوست دارم. یعنی چی؟ خب من دوست دارم مثلا همه چی فارم درست کنم و این یه حالت ایدئاله، یعنی ما همه چیمونو با استفاده از خروجی فارممون درست کنیم. خب به خاطر همین بعد یه خورده متفاوت انجام بدیم کار. اولا که همه اینا رو باید برداریم، میخوام یه دونه رسیپی اول نگاه کنیم چه رسیپی هست. ببینید پیستون چوب میخواد، کابلستون میخواد، آیرن میخواد و ردستون میخواد. یعنی چی؟ یعنی چند تا ما فارم نیاز داریم. یک یه دونه فارم واسه ردستونمون که ویچ فارمه، مثلا یه فارم واسه آیرن فارم، آیرن فارممون واسه آیرنمون، یه فارم واسه چوبامون و یه فارم واسه کابلستونمون. خب یعنی چهار تا هاپر باید وارد این بشه. یک دو سه چهار. خب الان بذار من اینا رو خراب کنم خیلی سریع. اوکی اینجا ما یه حرکتی باید بزنیم، هر کدوم از اینا قراره یه آیتمی بیاره و ما بعد اول پیستونمون رو بسرش بزنیم. پیستون ما ردستون میخواد، آیرون میخواد. اوکی خب درست گذاشتم شو که یه دونه اینه یه دونه از اینه. خب هر کدوم از این هاپرها قراره یه دونه نوع آیتم ما رو داشته باشن که قراره خب از فارما بیاد، یعنی هر فارم ما قراره یه دونه از اینا رو بهش وارد کنه. این یه فارم چوب داریم اینو میاره، خب یه دونه فارم کابلستون داریم، یه دونه فارم ردستون داریم، این فارم آهن داریم. اینو چی قراره فعالش کنم و قراره چقدر سرعتش باشه اکچولی؟ این از این چیری میشه؟ چنده تم بزنم بشه؟ اوکی داره پرت میکنه الان. What the fuck؟ یعنی چی؟ او شکست. کم تنها راهی که هست برای اینکه اینو یه کار کنیم درست کار کنه اینه که دیلی بیشتر یوزش بدیم.
خب این چیزی که من دارم از بودم خیلی سریه. خب خب رسم ساده ای هم داره دیگه میدونی. آها ولی فکر کنم آره، یعنی تنها راه، آره تنها راه اینه که خود دیلی بش بدیم، مهلت بدیم به آیتم ها که پرش کنن. و خب من برای که دوست دارم ویدیو زیاد طولانی هم بشه، خسته کننده بشه. اوکی این تستی که من درست کردم در واقع خیلی سریع هستش، یعنی تا جایی که تونستم سریعش کردم، ولی خب هنوزم که میبینید باز این کم کم داره جا میمونه. یعنی اولش همشونو گشتم در واقع روی یه دونه تیک و جا موند. الان در واقع چیزش کردم دیگه، الان گشتمش در واقع یه دونه تیک بیشتر اضافه کردم بهش و خب الان جا نمیمونه. همونجوری که میبینید روی این 50 مونده، من احساس کنم الان میره رو 40، نمیدونم. آره الان یعنی شد 50، کمی کم داره کم میاره. چون کابلستون 4 تاست اینجوری میشه ها، یعنی اگه 3 تا بود اینطوری نمیشد. خب احتمالاً بعد به یه حرکتی بزنید آیتمایی که ازشون 4 تا نیاز داره تو رسپیو خیلی سریعتر حالا با استفاده از ابزرور برسونید به چیز احتمالا، یعنی آره دیگه از بیستی که از هاپر سرعتش بیشتر باشه. هاپر خیلی کند عمل میکنه احساس میکنم. و آره دیگه یا اینکه خب دو ساعت بیاد پایین تر، مثلا من الان اگه بزنم 4 فکرم اوکی بشه. تا وقتی که همه چی رسپی 3 تایی باشه یا پایین 3-2-1 باشه خوبه. یا اینکه چه میدونم، یا اینکه یه آدم جینیسی که من نیستم یه راه بهتری پیدا میکنه دیگه. در حد سوادم من این ویدیو درست کردم. همین براتون، تا ویدیو دیگه، بابای.